مراتب تشکر خودم و اعضای شورای عالی بورس رو به خاطر لطفی که مقام معظم رهبری به شورای داشتن باید تشکر بکنم، تشکر ویژه خودم رو اعلام کنم. ثانیا این یک در واقع خون تازه‌ای است که به بازار سرمایه مورد اقبال مردم و سهامداران در واقع تزریق شده. این یک تحول از این زاویه هستش. نکته دوم اینه که به هر حال تو این شرایط که بعضی از دارندگان سهام عدالت شرایط اقتصادی مناسب هم ندارن و در واقع به خاطر این آثار اقتصادی ویروس کرونا شرایطشون یه مقدار متفاوت شده، الان میتونن به درستی مدیریت بکنن این سهامشون رو که خب مالکیتش رو داشتن و به نحوی که انشاءالله ما در آینده نزدیک ابلاغ میکنیم که بخشی از این سهام رو برای فروش آزاد میشه و میتونن بفروشن. البته من اینجا هم به عنوان وزیر اقتصاد هم به عنوان عرض کنم خدمت شما یک کارشناس توصیه اینه که تا میتونن این سهام رو خودشون مدیریت بکنن، از فروش فوری و شتاب زده در واقع خودداری بکنن. یه نکته من باید اینجا بگم، حتما دارندگان سهام عدالت به این نکته خواهشم اینه که توجه ویژه بکنن و اینه که الان ممکنه تعدادی از افراد سودجو برای خرید سلف این سهام به میدان وارد بشن و از اطلاعاتی که هنوز کامل منتشر نشده راجع به ارزش سهام سوء استفاده بکنن و خدای نکرده به قیمتی بسیار پایین‌تر از اون ارزش واقعی این سهام نسبت به خرید این اوراق اقدام بکنن. این خیلی خطرناکه، باید دارندگان سهام دقت بکنن. این سهام ارزشمندی هستش.